الان شعر سرخ تو موج موج موی تو نرمترین حادثه چه زیبا. شما حتی میخوای وقتی بری خواستگاری هم برای پرفورمنست قبلش به برنامه‌ریزی میکنی، چه برسه به اینکه بخوای کنسرت باشه برای هوادارات. به خاطر این ما هم قاعدتا خب یه برنامه‌ریزی برای اکت ها انجام میدیم، برای فرم پرفورمنس ما خیلی هم زحمت میکشیم واقعا، برای اینکه این خیلی هم طبیعی به هر حال باید جلوه بکنه، نه باید نمایشی به نظر بیاد. ولی خب خیلی چیزا هم به هر حال بداهه است، مثل هر کسی به هر حال کنسرت هم صحنه نمایشه، یه لحظه یه خلق میشه و میمیره و تمام میشه میره، مثل تئاتر، و همون کسی که اونجا هوا داره فقط اونو شاهده و میبینه. اتفاقی که تو کنسرت ما افتاد تا الان انگار تو جهان پیش نیومده بود و دنبال یه اسمی هم هستیم، همینجا از هوادارا هم میخوایم که اگر اونجا حضور داشتن یا از خبرنگارای عزیز بگردیم یه اسمی پیدا کنیم که بتونیم اینو ثبت کنیم. به هر حال برای کشورمون بد نیست که ما هم توی موزیک جهان یه چیزی رو اضافه کرده باشیم، که یوهو به صورت بداهه دیدیم که برای اولین بار بود انگار که آهنگسازی و هواداران آهنگسازی انجام دادن و ما این آهنگ رو ضبطش هم همونجا کردیم رو استیج و انشالله تو آلبوم بعدی هم میاد بیرون. اولین آهنگ دنیاست که فهم میکنم هزار خورده ای آدم با هم ساختنش همزمان و بداهه و همه هم بیان شدن با هم. خیلی برای من جالب بود، دنبال یه اسمیم براش. خیلی حرف جالب و درستی دارین میزنین که آهنگایی که مثلا من تو 20 سالگی منتشر کردم آهنگای اجتماعی تری شاید بودن، الان آهنگایی که تو 35 سالگی دارم منتشر میکنم شاید عاشقانه ترن یا به سرخوردگی عشق بیشتر داره تا مثلا هیجان عشق. درسته این؟ خب ببین شعر رو من میگم و ترنسور خودم هم. خب به حال و روز زندگی خودت خیلی ربط داره کار، اینکه تو یه جوان 20 ساله‌ای که میری تو کوچه مثلا دعوا می‌بینی تا اینکه یه مرد 35 ساله‌ای شدی که تو کتاب خونت نشستی فقط کتاب می‌خونی تک و تنها و به مثلا آینده کشورت فکر می‌کنی که مثلا نگران فرزندانت در آینده خواهی بود، به هر حال شخصیت‌های متفاوتی ایجاد می‌کنه. دو اینکه ما اینو نباید یادمون بره، مثلا خیلی به من میگن چرا شعر دیگه برای خرمشهر نمی‌گی، یا شعر چرا دیگه برای جنگ نمیگی، چرا شعر برای مثلا صلح نمیگی، چرا؟ خب میگم خب اینا رو گفتم دیگه چی بگم؟ اگه بگم میگن داری خودتو تکرار میکنی، اگه نگم میگن چرا دیگه نمیگی. خب من چی بگم؟ هیچ کس برای مجوز، اونایی که من میشناسم ها، شاید یه سری هستن که دوستان من نیستن، تو دوستان من کسی نبوده که بگیم برای مجوز مثلا اومده برای خرمشهر خونده و بعد که مجوزشو گرفته دیگه مثلا خرمشهر رو دوست نداره، الان دیگه فقط به فکر آنتالیاه. نه اینجوری نیست دیگه. به هر حال وقتی که یه آدمی 100 تا حدوداً تا الان آهنگ داده توی بازار و همش آهنگای مختلفشون، دیگه نمیتونه هی خودشو تکرار کنه. نمیشه بخوایم باز من هی در مورد اینا بگم، هی محدوده این سوژه ها کمتر میشه، ولی تنها یه سوژه است که هیچ وقت بین نمیره، اونم عشق، اونم زندگیه. این لقب گلادیاتور که شما میگین و مخاطبا نداده بودن، نه، یکی دو تا از دوستان عزیز رسانه‌ای بودن که توی رسانه هاشون یه همچین تایتل هایی زده بودن، بعد هوادارا خودشون این تایتل ها رو منتشر کرده بودن و بعد یه همچین چیزی گفتن. من زیاد به این القاب و لقب و نمیدونم اینجور چیزا اعتقاد ندارم، کار درستی نیست. مثل عقاب آسیا و نمیدونم گلادیاتور و سلطان فلان و این چیزا چیزای درستی نیست، نمیدونم شاه فلان و نمیدونم کنیز فلان و من موافق این القاب نیستم. این حرف شما بسیار درسته، مهمترین آلبوم هر موزیسیانی، اینو حالا کسایی که جوان‌تر از ما هستن هم بد نیست بدونن اگر که هستن تو مخاطبا، مهمترین آلبوم هر موزیسیانی آلبوم دومشه، برای اینکه نشون میده آلبوم اولش اتفاق بوده یا شانس بوده. آلبوم دوم ما به خاطر ما از قبل، یعنی من قبل از اینکه آلبوم اول منتشر بشه آهنگای آلبوم دوم رو انتخاب کرده بودم. آهنگایی که توی آلبوم دوم ما هست بلا استثنا همشون، نه 90 درصدشون
قبل از آلبوم اول ساخته شدن. 10 تا قطعه داشت، 5 تاش منتشر شد و البته 4 تاش منتشر شد و 6 تاش منتشر نشد. ببینید یه علت این که اینا سینگل پخش شد این بود که آلبوم تاخیر درش ایجاد شد در پخشش. این تاخیر باعث شد که هوادارا از ما بخوان که ترک منتشر کنیم و ما مجبور شدیم خب یکی دوتا ترک خوبش رو باز منتشر کنیم علاوه بر شال و امثال هم، و این به قول شما یه جوری خیالمون هم راحت کرد که این آلبوم خوبی خواهد شد، چون خیالمون تخش شد که این آهنگا رو این سبکا رو دوست دارم. بله درست. بعد بچگی آرزومی بود کمدین شم، فوتبالیست شم، کمدین شم و یه شغل دیگه که روم نمیشه بگم. نه چیز بدی نیست، نه اینه که دارم میگم مثلا مال 6 7 سالگی میام. بعد دیروز تو خندوانه بودم بهشون گفتم دم شماها گرم که آدمایی هستین که خودتونم مثل همه آدمای دنیا غم دارین ولی فقط میخندونین مردمو، اما ما خواننده‌ها با اینکه خودمون خیلی خوشحالیم مردمو خیلی وقت اشکشون رو در میاریم با آهنگامون و کار ما بیشتر گریه در آوردن، کار کمدین‌ها خنده. دل واژه هموار مشکل، این دو حرف با من چه ها کرد، این دل الان میگه چرا یکم توی این آلبوم ریتم ها بیشتر شده مثلا اینا. اولا که راک به معنی صخره نیست، به معنی یه معنی دیگه هم توی زبان انگلیسی داره، اونم معنی سرخوشی و شادی آفرینی، یعنی راکین مثلا عملا میشه گفت شادی آفرینی بگیم، حالا تو فارسی دقیقش نیست. هدف اصلی راک اینه که سرخوشی و دلزندگی به مردم بده. یه بخشی از راک اون عمقیه که داره و اون غم است، یه بخشش هم اون ریتمه که راک اند رول ایجاد میکنه. توی این آلبوم جدید من نمیدونم، شاید واقعا پدرم یه روز با هم خیلی زیاد صحبت کرد گفت سعی کن یکم مردم رو شادتر کنی، انقدر اشکشون رو در نه. شاید تاثیر اون بود، با اینکه یکم این حال هوای این آهنگ این آلبوم شاید ریتم های بیشتری داشته باشه یا خیلی شور و هیجان قوی تری این آلبوم نسبت به قبل ها داشته باشه، علتش اینه که خب ما هم یکم پخته تر شدیم، گوش مخاطبمون هم یکم راک رو بهتر داره درک میکنه و ما تونستیم آهنگای با همون شعرها و مضامینی که داشته و اصلا مضامین شوخی نیست و مضامین جدیه، شاید تونستیم یکم هم انرژی بهتری به مردم بدیم. خیلی خوشحالم که اینو شما میگید. من خودم به اندازه شما انقدر به این آلبوم فکر نکرده بودم. دمتون گرم. این که میگین مثلا تو همین آهنگی مثلا مثل پرانتز، مثل گلادیاتور که میگین شما صدای اسم سبکش یعنی چجوری هم تکنو راک یه جوری توی مایاز، صدای موسیقی مثل موسیقی دیسکو، یعنی نه اون دیسکو و چیز توی دهه 80 1980 مثلا افکت های اونچنینی استفاده کردیم. این یه علتش اینه که به هر حال کلیت این آلبوم میخواستیم اشعار نوستالژیک بندازیم تو هم و داشته باشن. کاملا شما درست میگی، سعی کردیم که صداهای دهه 1980 ایجاد بشه، میشه هولوش دهه 1360 ایران و کاملا درست. ایرانی ها عاشق نوستالژی هم، منم تا جا داره از نوستالژی همیشه حمایت میکنه. هر کسی که گیتار مینوازه چه پاپ بخواد بزنه باش، چه سنتی، چه کلاسیک، چه فلامنکو، به هر حال کم کم به سمت موسیقی راک کشیده خواهد شد، چون گیتار الکتریک یه نمونه ایست که برخی از محدودیت های گیتار کلاسیک داره رو گیتار الکتریک سعی کرده برطرف کنه و خود به خود اونایی که ادامه میدن دستی هم به گیتار الکتریک خواهند برد و این باعث میشه که کم کم یو شما شاهد میشه اینی که خصوصا تو جهان فعلی که دیجیتالیسم و الکترونیک و هر کسی تو خونش میشه گفت اینجوری که یه استودیو میتونه تولید کنه، خیلی کم کم همه به سمت این موسیقی ها کشیده میشن. به خاطر این واقعا جالبه برای من قبلا تو خوابم نمیدیدم ولی که این همه علاقه مندی و این موسیقی پیدا کنه و
تو خواب که میدیدم. چرا؟ چون گفتم که دوره رپ داره تموم میشه، احتمالاً به زودی ما شاهد اوج پاپ، موسیقی پاپ به زودی حتما بازار رو خواهد گرفت از دست رپ و بعد از اون راکه قاعدتا. الان اون اتفاق حالا برای راک افتاده، این هم میاد و میره و موسیقی بعدی خدا میدونه چی باشه، ولی الان که شما میبینید این چنین شده، یه علتش اینه که جامعه وقتی به یه آگاهی میرسه سمت موسیقی های فاخرتر میره خود به خود. جامعه ما هم نمیتونیم کتمان کنیم، جامعه ایه که نسبت به 40 سال پیش، نسبت به 50 سال پیش خیلی جامعه آگاه تریه. الان شما برای اولین بار در تاریخ ایران، این واقعا یه افتخاره برای کشور ما، سال گذشته تعداد کتاب هایی که منتشر شد، تعداد نویسندگان زن از تعداد نویسندگان مرد بیشتر بود. تو کمتر نقطه از جهان این چنین اتفاق میفته. این یه افتخاره، یعنی اینکه کشور ما آنچنان کشور، متاسفم که فضا انقدر مسموم شده که هر کی اینا رو میگه هزار تا انگ بعد بهش بخوره، یا اصلا دلمون نمیاد خیلی وقتا اینا رو بگیم. کشورم که فرهنگش مثل حال حاضر ایران رشد کنه، این همه باسواد داشته باشه، این همه تحصیل کرده دانشگاهی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده خدا رو شکر، این کشور به جای بد نخواهد رفت. به هر حال بله، این حرف شما درسته که امثال کاوه یغمایی، کوروش یغمایی، فرشید عربی، این سه نفر که به هر حال استادهای ما هستن، این حقیر بنده یعنی رضا یزدانی، هومن اجدری و شهرام شعرباف، اوهام بسیار بسیار زیاد و خیلی های دیگه که حالا اگه اسمشون نمیبرم ایراد از حافظه منه، بله این آدم ها این کارها رو شروع کردن و شروع کردیم، ولی خب حالا ما ها دیگه کم کم داریم پیر میشیم و موقع بچهاییه که متولدین دهه 80 به بعدن و به قول شما اونا الان خیلی از ما هم شاید حرفه‌ای تر دارن این کار دنبال میکنن. به هر حال خیلی هاشون شاگردهای ما ها بودن، خیلی هاشون به قول خودشون که گهگاهی تو خیابون مثلا میبینیمشون، به عشق کاوه یغمایی، رضا یزدانی، کوروش یغمایی، فرشید عربی، شهرام شعرباف، بنده، حالا هومن، امثال هم گیتار خریدن رفتن نواختن، ولی اونا الان فکر میکنم از ماها جلوتر باشن، چون ماها کسی رو نداشتیم نگاهش کنیم ببینیم راک فارسی چه شکلیه یا پاپ راک فارسی چه شکلیه. خودمون مجبوریم بسازیم، آهنگو منتشر کنیم، مردم خوششون بیاد یا بعدشون بیاد، ولی اونا الان ما رو دارن، میگن ادب از کی آموختی از بی ادبان، هر آنچه ما انجام ندادیم یا دادیم اونا الان میدونن باید چی کار بکنن، چون سورس ما رو دارن. بله این درسته که شما میفرمایین که کلن، ولی بازار کلن دست سه نفره، عملا بازار این نوع موسیقی پاپ راک عملا اسمشو بذاریم بهتره، چون ما در ایران اصلا امکان ایجاد یه راک خالص رو نداریم. زبان فارسی یک کیشه که یک دهم از این قضیه است، اصلا لزومی نداره. اولا ثانی یعنی که اصلا راک یه لایف استایلی میخواد که تو ایران امکانش نیست. ما ها هممون پاپ راکیم عملا، نوعی یا بهتر بگیم راک فارسی، پرژن راک که خوبه برای خودش، اما چون خارجی ها گوش میدن میگن یه مدل، حالا اونایی که ماها دیدیمشون از خارجی ها میگن هم یه مدلیه برای خودش، که اونا هم میگن ما نمیتونیم این مدلی بسازیم، لااقل باید 15 سال از اوجش بگذره هر چیزی تو جهان تا بشه در موردش صحبت کرد. ما الان در 15 سال از نوزج گرفتن جریان پاپ راک فارسی نمیگذره، باید بگذره تا ببینیم این جواب داده یا نداده و تونسته نکات خوب فرهنگی و آموزنده بر مردم داشته باشه یا نه. ولی این درسته، درست میگید، فقط دست بازار پاپ راک الان دست فقط کاوه آفاق، کاوه یغمایی و رضا یزدانی، متاسفانه کاوه یا رضا رو نمیدونم، ولی من اینو علمی میدونم که هر چقدر تعداد این آدمایی که رقیب بندن بیشتر باشه و من خودم حتی حمایتشون کنم که حتی اونها بیشتر بتونن کارشون رو منتشر کنن، به نفع بنده، چون انگار که توی یه مغازه اضافه تو صنف ما باز شده. به خاطر این من خودم ناراحتم اینکه کل این بازار دست همین سه تا، دو تا کاوه و یه رضاه، برای اینکه یه آهنگ بگیره به 1001 آیتم بستگی داره. مثلا توی آهنگ خیلی غمگین و
بهترین کلیپ جهان رو براش بساز، ولی تو عید منتشرش کن. این آهنگ پول اولیه که لوکوموتیوش باید پیدا کنه رو پیدا نمیکنه، که اینه گولد کوستی آهنگ ها تو دنیا پخش میشن دیگه. پخش شما بدترین آهنگ جهان رو، بهترین کلیپ جهان رو بساز، مثل آهنگ های پیت بول. بدترین آهنگ های تاریخ هن. یعنی اگه تو تونستی یه دونه اینا رو فقط رو با موبایلت خالی گوش کنی قبل از اینکه ویدیوشو دیده باشی و قبل از اینکه اصلا این آدمو بشناسی، همش بهت یا آهنگ بدن تو اینو خالی گوش کن، تق 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 همینجور صدا بده، ولی میترکونه جهانو. خیلی سازوکار پیچیده ای داره این قضیه. بهترین کلیپ زمان خودشو داشت سال 90 89، بعد توی اوج زمستون اومد بیرون با اون پالتو و سیستم کلیپ و میلیپ، چون کلیپش تلفن خودش هنوز نتره، الان تو گوشش میدی حال میکنی، زمانی که به گوش تو رسیده این کلیپ اول پخش شد که این کارو گرفت و ما تو تاپ 20 همجور هفته ها اون بالا چسبیده بود. بعد هوای ایران هم یه برف اومده و یه متر اگه یادتون باشه آب هم نمیشد، یعنی کلن تو اینو تو ماشین میذاشی عشقت همینجور در میومد. حالا عطر تو، ما اینو دادیم بیرون، آلبوم تابستون اومده الان وسط الان آلبوم رو میده بیرون کمپانی پخش، میره برای تیتراژه، تیتراژه همینجور سریاله میخوره عقب میفته به اردیبهشت. اردیبهشت که همه عیدو تعطیل کردن، همه شنگول منگوله، میگه توی خاطرات به جز تو باشین که جب بهش هم میگن، اصلا تو فلسفه و تو علوم اجتماعی میگن جبر جب. شال شامل جبر جو هم شد، ولی آهنگایی خیلی ها مثل استینگ شیپ آف مای هارت رفت رو فیلم لئون، لئون ترکوند و جبر جو هم شامل اون آهنگ شد. شالون شال سرخ تو، موج موج موی تو. بهترین آهنگ خودم تا به امروز ساختم به نظر خودم اسمش دله، و دله به نظر خودم هم نداره، بعدها من میمیرم و خواهیم دید که اون آهنگی از من که اگر یه آهنگی بمونه دله. بعد مثلا خود دل و من رفتم مشهد، از تهران پاشدم رفتم مشهد سال 92 یا 3 بود نمیدونم، رفتم مشهد ساختم. همچنان معتقدم، نمیدونم، همه هم مسخرم میکنم، میگه آخه تو دلت برای کی تنگ میشه میری مرشد یا چه خبره؟ به قول پدرم میگه نکنه اونجا یه خبریه ما نمیدونی. من همچنان میخوام اگه بخوام یه آهنگ، یهو یه ایده به ذهنم میرسه و فهم میکنم خیلی چیز خیلی فهم میکنم شاید بتونه ایده خوبی باشه، پا میشم میرم مرشد میسازم و هم به خاطر همه فهم میکنم من مرشدی هم مثلا، و من دانشجوی مرشد بودم. ولی مشهد یه حال هوای عجیب غریبی داره که از محسن نامجو تو بگیر معتقد مشهد اینچنینه، تا داریوش مهرجویی میره فیلم دایره مینا رو مشهد میسازه، تا مثلا بنده شالو میره مشهد میسازه. با خودم یه همچین فکر می، ولی دیدم نه، خاک خراسان اصلا از زمان اشکانیان تا الان خاک هنرمند خیزی بوده، یا هر کی میرفته داخلش تا چه میدونم عطار شما بگیر، تا فردوسی بگیر، تا محسن نامجو، همه اینا توی خاک خراسان انگاری واقعا یه بلایی سرت میاره. من نمیدونم چیه، من که عاشق اونجا دیگه پامو تو برج میلاد نمیذارم، چون سانس دو صدا رو بدتر از سانس یک کرده بودن. آره، برای اینکه میکروفون خاموش دادن دستم، و برای اینکه ما اونجا یه صدا بردار حرفه‌ای داریم که همیشه بود و این بارم بود، ولی بالا رفته بود و یه سری آدمای دیگه پایین بودن. ما بین دو تا سانس اول و دوم هم حتی صدا برداری کردیم، دوباره ایشون لطف کرد اومد پایین صدا رو چکن، بعد رفت بالا و من رو استیج مانیتورا قطعه، بعد میکروفون من قطع و وصل میشه، بردم نشونش دادم بودم آقا این باتریش داره تموم میشه. بعد آخرش اون یارو مسئولش هم اومد اینجوری کرد، گفتش که محسن یگانه هم اینجا بود صدا رو درست نمیشنید. گفتم، گفتش که نمیدونم، رفتم شستشو دادم 40% از شنوایی ما عدست دادم، یعنی میخواست بگه که کاوافق تو احتمالا شنوایی تعدست دی علکی از محسن یگانه.
اینا که گفت من گفتم من دیگه پامو اونجا نمیذارم، این آدم آدم سالمی نیست، من دیگه پامو اونجا نمیذارم، مگر اینکه تهیه کننده ها مجبورم کنن، من نمیذارم. ببینید هر گروهی جز گروه ما بود، یعنی جز گروه ما، یعنی جز این بچه هایی که کار راک کرده باشن، که اصولا چون یه خاصیت این موسیقی داره که شما این به یه تجربه های مجبوری برسی که بدون مانیتورینگ هم بتونی کار کنی، چون باید اکت داشته باشی، بدوی بری این ور بدوی. من مجبور بودم به خاطر اینکه صدامو بشنوم بیام تو تماشاچیا وایسم. یعنی این اینو به خواننده های دیگه بگین هنگ میکنن که بگین تو فکر کن روی استیج صدا نداری و مجبوری بری تو تماشاچیا وایسی بخونی که صدا تو خودت از تو سالن بشنوی. این یه اصلا امکان نداره. اون مجموعه که من میشناسم یه مجموعه حرفه‌ایه، امکان نداره همچین خطاهایی توش، مگر اینکه از بس اصلا در شأن من نیست که بخوام توی مصاحبه رسمی، ببین تو پیج خودم میام در مورد مثلا شاید یه فردی صحبتی میکنم، ولی واقعا در شأن من نیست بخوام در مورد یه آدمی که اصلا نه سر موسیقیه نه ته موسیقیه بخوام اسمشو حتی ببرم توی مصاحبه رسمی با یه خبرگزاری یا رسانه مثل موسیقی. آقای الیتون جان که به هر حال یکی از بزرگان تاریخ موسیقی جهانه، یه بار یه نامه‌ای رو فکر کنم منتشر کرد یا نمیدونم یه چیزی رو پستی گذاشت یا نامه‌ای منتشر کرد نمیدونم، علیه مادونا و خانم بریتنی که اینا پلی بک میکنن میان روی استیج و ماها انقدر با این سن مثلا 80 سال 70 خورده ای سال سن انقدر زحمت میکشیم روی صحنه میخونیم و این جوونا همینجوری. البته خانم مادونا که جوون نیستن ولی آله ولی به هر حال اینا میان روی استیج و پلی بک میکنن. در پاسخ به اون نمیدونم حالا منیجراشون بودن یا نه گفته بودن که شما هم بیاین روی استیج این میزان ورجه ورجه ای که اینا دارن رو انجام بدین، این اکتا این پرفورمنس رو انجام بدین، مجبور میشید یه جایی پلی بک بکنید. من اون موقع که اینو میخوندم گفتم خب شاید راست میگیم، این خواننده لااقل میاد به اندازه یه دونده ماراتون روی استیج میدوه و اکت میکنه، حالا مجبور پلی بک کنه چون نفس نفس زده میشه، ولی بابا اینی که تو ایرانه نه اکت داره نه را میره نه آهنگاش آهنگای سختیه اصلا، این باز پلی بک میکنه این نون حرومه قربونت برم. برخی معتقدن که هر چیزی که باعث شد خواننده صدای بهتری بده برای هوادارش حلاله، برخی معتقدن نه این حلال نیست. آره من نظرم اینه که نه این درست نیست، این درست نیست. ببینید برای استودیو میگیم اوکی، شما برای استودیو استفاده کردی از این نرم افزار چون میگی میخواد یه چیزی آلبوم بیاد خونه‌های مردم تا ابد بمونه یه گوشه‌ای، ولی وقتی شما داری بلیتی 150,000 تومان 180,000 تومان میگیری طرفو میشونی که صدای تو رو بشنوه، این کار درست نیست، یه جور دوپینگه. به همین راحتی استفاده از اوتوتیون روی استیج یعنی دوپینگ. آیا شما راضی میشی که من مثلا وزنه بردار باشم بگم من برای اینکه مردم کشورم رو خوشحال کردم دوپینگ کردم که طلا بگیرم مردم خوشحال شدم؟ سیاست بازیه دیگه. ماهایی هم که حالا یه 4 تا ورق دانش آموزی سیاست رو کردیم یا علوم انسانی و اجتماعی و اینا، این بازی رو میدونیم چه خطرهایی داره چه کارهایی داره چه چیزای خوبی داره چه چیزای بدی داره. به خاطر این من توصیه‌ام به همه آدم‌ها اینه که با باد حرف‌ها توی سیاست این ور اون ور نرن، با باد اعمال برن، یعنی نسیم اعمال رو هر موقع می‌بینی باید عکس العمل نشون بدی، ولی با نسیم حرف‌ها نه. آقای ترامپ هم حالی حرفایی می‌زنه، شما زیاد جدی نگیر درست میشه. و ایران کشوری است با مردمانی بسیار عظیم، مردمان بزرگ و دست نیافتنی هستن. با صحبت کردن حالا دو تا سیاستمدار چیزی جابجا نمیشه اینجا. خوشحالم که هممون میدونیم که ایران چقدر کشور ارزشمندیه با هر قومیت و هر زبانی که باشیم، و آقایی هم که شما اسمشو بردین مطمئنا کوچولوتر از این حرفاست که بخواد کاری با ایران بکنه. همیشه من سوالی که خودم میپرسیدم این بود که خیلی‌ها مثلا میگن بابا این مملکت مگه بر ما چیکار کرده ما پاشیم بریم و اینا،
من میگم ما برای مملکت چیکار کردیم. من خودم تا الان حس میکنم برای مملکت کاری نکردم. فکر میکنم بهترین کاری که یه آدم برای مملکتش میتونه بکنه در حال حاضر ارزاوریه، یعنی بتونه بره خارج کنسرت بده، دلارا رو بگیره بیاره ایران. امیدوارم که این جمله رو برخی از سیاستگزاران فرهنگی بدونن که با سینما و موسیقی این نمونهش رو کشور یوگسلاوی در دهه 1950 انجام داده. با سینما به اندازه بسیاری از اقلام صادراتی ما با سینما و موسیقی میتونیم ارزاوری داشته باشیم. سوال جالبی بود. میگن آقای ترامپ هم مثل جان لنون بند پوتین شما نیست. من نمیدونم چرا هر موقع من این کفشر میپوشم این سوالو میپرسم. نه اگه الان دوباره بریم فکر کنیم، من نمیگم جان لنون بند پوتین هم نیست، چون کسی که معتقد باشه یکی بند پوتینش هم نیست نمیگه. و الان معتقدم بند پوتین هم نیست و نمیگه.